سلام آقای استاد عبدالکریم سروش، معروف به حسین حاج فرج الله دباغ، نه ببخشید برعکس، آقای حسین حاج فرج الله دباغ، معروف به استاد عبدالکریم سروش که با این اسم به ادامه زندگی مشغول هستم، با این هیئت 8 نفری که اخیرا در شهر واشنگتن نشستی داشتم در افتاده است و سعی کرده که دست این مخالفان حکومت اسلامی رو، لابد به صرف این که مخالف حکومت اسلامی هستن، رو خط بزنه. در این میان این استاد فلسفه و مولوی شناسی و دارو سازی و اسلام درمانی که خمینی رو هم با سوادترین رهبر ایران از زمان ناندرتال ها تا امروز میدونه، این میان بیش از همه زورش به خانم گلشیفته فراهانی رسیده به خاطر حالا موفقیت هایی که ایشون در زمین های هنری داشته و در کنار اون در مجامع بین المللی تحویل گرفته شده و احتمالاً آقای عبدالکریم سروش هم در جوانی یا نوجوانی خیلی علاقمند به هنرپیشگی بوده است و احتمالاً یه جایی ازشون خواسته است که خواستن که لخ بشود که قبولش کنن و ایشون حاضر نشده لخ بشه، یا برعکس ایشون لخ شده به همون دلیل قبولش نکردن. به هر جهتی ایشون تصورش این استش که شرط پذیرفت شدن در دنیای هنر غرب این است که آدم ها اوریان بشن، یعنی در واقع دقیقاً راجبه گلشیفته فرهانی گفته یکی از آنها تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد او را به درون خانواده هنری نپذیرفتند. این درک این استاد بزرگ فلسفه و مولوی شناس و نمیدونم دیگه اسلام شناس و این هاست از نحوه موفقیت یک جوان با استعداد و با هنر ایرانی در ایجاد رابطه هنری با کارگردانان بزرگ سینما و تحویل گرفته شدن توسط نهادهای غربی، اینقدر ایشون تونسته ماجرا رو هضم بکنه و حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. من که نمیخواستم جواب بهشون بدم، ندارم جوابی، ولی دوست ما آقای بابا طاهر اوریان اینجا که صحبت از برهنگی و اوریانی بوده است، چند تا دو بیتی برای آقای حسین حاج فرج الله دباغ، معروف به استاد، استادم مثل که جزء اسم کوچیک ایناست، ایشون استاد عبدالکریم سروش فرستاده بابا طاهر عزیز. چنان ترسیده از حرف سروشم، چنان ترسیده از حرف سروشم که می باید برم پالتو بپوشم. بله اوریانم اما شکر ایزد نمانند طرف مذهب فروشم. بابا طاهر اطلاع داره از این دین پژوهی ها و دکون دستگاه این آقای سروش و سروش زاده. چنان ترسیده از حرف سروشم که می باید برم پالتو بپوشم. بله اوریانم اما شکر ایزد نمانند طرف مذهب فروشم. ما اوریانم، تو که عبدالسروشی همون بهتر که در پوشش بکوشی، کنی برتن عبای نکبتی را کت و شلوار هم رویش بپوشی.
اگر گل شیفته گردیده اوریان نبوده جلف یا سکسی عمو جان، بلا نسبت شما عبدالکریما نمایان کرده تصویری از انسان. نه هر اوریان شدن طرز قبیح است، که گاهی دلنشین زیبا ملیح است. نشو گل شیفته دل خرز یارو، که این مذهب زده ذاتن وقی هست. به ناگه ناحیه منکر شدی تو، به جبهه خارج از سنگر شدی تو. به این طرزی که خود را وانمودی، از آن دختر هم اوریانتر شدی تو. به رهبر رو نشان دادی سروشا، پیامی مهربان دادی سروشا. چو دامادت بود در حبس ایشان، برایش دم تکان دادی سروشا. گروه هشت رهبر را پکر کرد، تمام جیرخاران را خبر کرد. تو شاید اولین کس بوده باشی، که برجستین میان سینه سپر کرد. نه با آن دختر رعنا عدو باش، نه بنشین و فضول کار او باش. برو ای مرد رسوا آخر عمر، برای خود به فکر آبرو باش. تو مخلوط حقیقت با دروغی، نه والا خالصی تنها دروغی. کجا او بوده سر تا پا برهنه، تو هستی آن که سر تا پا دروغی. مرا عرضی بود پیشت فلانی، مرا عرضی بود پیشت فلانی. نه زحمت میدهم بیشت فلانی، اگر که راست گفتی پوزش از من، وگرنه توف به تحریشت فلانی.